سید افشار قاسمی پور مقدم خمامی تشریف میارن روی صحنه. شوخی نکردم اما واقعی ها کاملا. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدی. 750 کیلو شوخی نیست آخه. الان من چی بگم؟ ببین دوستان، من میدونم الان استاد 750 کیلو رو کشیدم با گلو شمشیر و یه چند دقیقه وقت بدید، خیلی مصدع اوقاتتون نمیشم. من سید افشار مقدم هستم، اسم کوچیکم افشاره، میدونم اسم متداولی نیست. تو خیابون مثلا داد بزنی افشار، از 30-40 نفر شاید 2 نفر برگردن، یکی فامیلیش افشاره، اون یکی هم اشکان اشتباه شنیده. اسم کاملا اون شما فرمودید، سید افشار قاسمی پور مقدم خمامی. چی شد جناب حسینی؟ یه هم من میپرسم. نه نگران نباش داداش، من داشتم به این فکر میکردم. نه سید بگو یه بار واقعا تونه سیفز کنی واقعی اسفامیلش همینه. دوست دارم تلاشتو ببینم. خیلی مسئلم نیست، داشتم به این فکر میکردم که با سید بشیر حسینی اسفید واجانی کل ننداز. اسفید واجاری. نه شما کوتاه ولی سخت انتخاب کردید. افشار چرا این واقعا چرا همش چیزه، همش فامیلی، تو اصلا اسم نداری. ببین من تا 15 سالگی کامل مسلط نبودم. ببین سید افشار قاسمی پور مقدم خمامی، اسمت کدومه؟ این همه فامیلیه. افشار دیگه. افشار اسمت. آره آره. ببین مثل شیش سیخ جگر سیخ 6000 میمونه. میتونی تو جمع خانوادگی دوره هم که میشه 3 بار پشت سر هم بگی سید افشار قاسمی پور مقدم خمامی. سید افشار نمیشه، سه تا واقعا نمیشه. میرافزل قاسمی پور مقدم. من درست حسابی سلام نکردم، ببخشید. سلام به همه کسایی که صدای منو میشنون، تصویرمو میبینن. درست گفتم؟ صدا رو میشنون، تصویر میبینن. آره. سلام به همه زن و شوهرهایی که تو دوران قرنطینه فهمیدن با چه گوهر نایابی دارن زندگی میکنن و تمام ابعاد این گوهر نایاب رو کامل بهش اشراف پیدا کردن و از خدا میخواستن کاش یه گاف صندوق داشتن 2 ساعت اینو میذاشتن اون تو درشو میبستن. دلا پره. سلام به رستم های زمانه که چنان به سیستم ایمنی بدنشون اطمینان داشتن که فهم کردن آقا همه کرونا میگیرن من نمیگیرم. داداش اون معتادا نمیگیرن، اونم شایست. معتادا نمیگیرن شایست، حالا باور نکنید خانمان سوزه. و سلام به کارگرهای روزمزد که وقتی ما داشتیم تو خونه از سر تفنن تفریح از نون خودم پز عکس میگرفتیم، چیزی که شبیه هر چی بود غیر از نون. والا دیگه خودتون نگاه کنید چی ساختید چی درست کردید دیگه. اینا داشتن فکر میکردن که کی این دوران تموم میشه، یه روز برن سر کار که یه روز نون داشته باشن. خب بقیه دوستان خوب گوش کنن. آقای بشیر حسینی رو دیگه داریم. دکتر جوگیر شد. بله. و سلام خدمت داورهای محترم. سلام شرکت. زبونه دیگه. بعد چند بار سید افشار قاسمی پور مقدم خمامی اینه طبیعیه. سلام خدمت سرکار خانم نونهالی. آریا عظیمی نژاد عزیز. با موسیقیتون ما رو به سفرهایی بردید در احساسمون در درونمون. سلام جناب آقای بشیر حسینی. حالا زب درم دادید آقای حیایی. سلام علیکم. نه اینا رای نمیاره افشار جان. اینا داستان چیه؟ الان مدعجه میشه داستان چیه؟ و احسان علی خانی عزیز. چرا منو آریا رو تعویض گرفتی بقیه نه؟ دوستانی که زنگ طلاییشون رو زدن دیگه انتظار خیلی دیگه سلام و خوشوبش آتشین خواهشن نداشته باشید. لطفاً خواهش میکنم عزیزید. ولی خب شما هم زد در دادید جناب بشیر حسینی. سواد رسانه‌ای، هشتگ سواد رسانه‌ای من دنبال میکنم و واقعاً متشکرم که شما این هشتگ رو بالا میارید و به دانش ما اضافه میکنید. خوشحالم که برگشتم به تلویزیون و بله برگشتم به تلویزیون. من خیلی زود مزه شهرت رفت زیر زبونم. شیرخواره بودم، یکی 2 سالم بود، واسه یه تبلیغ غذای کودک انتخاب شدم. قضیه این بود که
این بچه، این کاراکتر که بنده بودم، از با پوشک و تمام این داستانا گوگلی مگولی قشنگ یه فاصله ای می اومد تا بالای ظرف غذا یه قاشق می‌ذاشت. بذارید اجرا کنم اصلا واسه. اینجا فکر کنید ظرف غذاه. واقعا توی برداشت، اینو من توی برداشت تو اون سن اجرا کردم و فوق‌العاده بود، همه کف کرده بودن. وقتی که پخش شد این تبلیغ، من دیدم که به جای من یه بچه چش سبز گذاشتن و فقط از صدای من استفاده کردن. آقای علی خانی، چرا دست میزنید؟ واسه شما خنده داره، واسه من خاطره است. چرا؟ به خاطر اینکه اون چش سبز بی استعداد، خیلی عذر میخوام اینجوری میگم، ولی بلد نبود بس من از سویدای دلش بگه دست نزنید. چرا؟ حرفای خودمه، حرفای دلمه، من شما رو امین خودم دونستم و چندین میلیون آدم دیگه که احتمالاً دارم ببینم. دچار افسردگی شدم تو این سن. غروبا پستونکمو برمی‌داشتم میرفتم تو بالکن و به غروب نگاه میکردم تا شاید دوباره فرصتی پیش بیاد، و اومد. یه فرصت دیگه پیش اومد. 7-8 سالم بود، تو مدرسه گفتن که عمو قنات داره میاد مدرسه‌تون. گفتم عالی شد. عمو قنات میاد مدرسه، من خودمو بهش نشون میدم، باش داداشی میبندم، پروژه حذف قلقلی و کلیپ میزنم. و دیگه از اون به بعد همه جا ما رو با هم میشناسن. افشار قنات، افشار قنات. رفتم قشنگترین پیرهنمو تنم کردم. یه یقه اسکی سفید بود، شبیه اینایی که تو گروس، آره همونجوری سفید بود ولی خب یقه اسکی. شبیه اینایی که تو گروس سرودا میپوشن و یک شلوار خمره‌ای چارخونه 7-8 پیله این ور 7-8 پیله اون ور، ماماندوز یه چیز شیکی و ست بود. البته معنی ست اون موقع فرق داشت، به خاطر اینکه شلوار من با دمکنی قابلمه و روبالشی داداشم ست بود، اون موقع معنی ها فرق میکرد. اینو پوشیدم و رفتم تو مدرسه. یه سری نیمکت درب و داغون گذاشته بودن، از اینایی که تا میشینی روش یه شوکی بهت میده. رفتم نشستم و عمو قنات شروع کرد از اون ور: سلام کوچولو، اسمت چیه؟ میگفتن این کوچولوها. و من یه لحظه نگاه کردم، دیدم نفر کناریم چش سبز و لباس قشنگتر از من پوشیده. گفتم این میخواد موفقیت از چنگم در بیاره. رفتم بلند شدم یه دونه اونورتر نشستم تا بفهمه. و عمو قنات همینجور که نزدیک و نزدیکتر میشد، من میدیدم که دارم به قله موفقیت نزدیک و نزدیکتر میشم. قنات افشار، قنات افشار. اومد بالای سرم، بلند شدم بگم سلام عموی خوبم، نوک قله موفقیت سوز می اومد. یه سوز سردی می اومد آقای حیایی، قربون چشات برم، سرد. دنبال منبع سوز گشتم، دیدم که من و نصفه جلویی اون شلوار بلند شدیم. نخندید. نصفه پشتی اون شلوار چارخونه 7 پیله این ور 8 پیله اون ور ماماندوز به میخ گیر کرده بود. و از اون به بعد صدایی تو جهانم نبود، فقط تصویر میدیدم. این بچه های دبستانی که به همه چی میخندن، الان یه چیز واقعی داشتن که بهش بخندن. من میخندیدن. این چشت رفته بیشتر از همه میخندی. خانم میرزایی نازممون میخندید. و عمو قنات چقدر بزرگوار این مرد، هر جا هستی عمو قنات چقدر بزرگوار. من میدیدم داره موی رگای لپش پاره میشه تو صورتم، میگم اشکال نداره عمو جون، پیش میاد واسه همه، پیش واسه همه پیش میاد عمو. من 8 سالم بود ولی میدونستم یه سری چیزا واسه همه پیش نمیاد. بازم شانسمو امتحان کردم، بزرگتر شدم. واسه برنامه ورزش صبحگاهی، اگه چهرم براتون آشناه، اونجا دیدید ساعت 6 صبح، نه خب کله پزا بیشتر مخاطب اون برنامه بوده، همینجوری که اون آبو میریختن رو کله گوسفند، منو میدیدن که دارم اینجوری میکنم. روز دوم سوم تهیه کننده منو کشید کنار، گفت که بین این صدای احمقانه و بودن تو این برنامه یکی انتخاب کن. باورتون میشه؟ به من میگفت صدای احمقانه. و معلومه که ساکمو جمع کردم و اومدم، چون امضای هنری یه
هنرمند و وقتی متوجه نمیشه دیگه به من با حرفی ندارم. ولی حالا اینجام رو صحنه عصر جدید روبروی شما عزیزان و دیگه هیچ چشم رنگی نمیتونه، لطفاً خواهش میکنم، لطفاً نمیتونه آقای علی خانی اصلا من رفت نداره، اینو باید رای بدن، اتفاق پیش میاد. آقا من مامان چشم رنگی آوردمت اینجا، بقیهش به اینا رب داره. خب اون شلوارم تقصیر عمو قنات که نبود که بلا چه. خیلی متشکرم که گوش دادید و اجرام رو با جمله ای از بزرگ مردی به پایان میبرم که خیلی رو زندگی من تأثیر گذاشت و همیشه تو ذهنم هست. یه برنامه ببینید، یه برنامه ببینید، یه برنامه ببینید. هزار و یک، هزار و ده.